به نظر میرسد عربستان سعودی بودجه نظامی خود را افزایش داده که این امر میتواند تنشهای جدیدی را در خلیج فارس و منطقه ایجاد کند به اعتقاد کارشناسان این اقدام ممکن است به مسابقه تسلیحاتی تبدیل شود همکارم علی اکبری گزارش میدهد گویی قرار نیست خاور میانه روی خوش به خود ببیند و هر از مسائل مختلفی از اقدامات تروریستی سانی های تندرو داعش در قتل عام شیعیان گرفته تا ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی در میان کشورها صورت میگیرد در همین راستا یک مقام عربستانی اعلام کرد که کشورش قصد دارد بودجه نظامی و دفاعی خود را تا 50 درصد افزایش دهد او همچنین گفت عربستان تلاش دارد با همکاری شرکای منطقه‌ای و بین المللی خود در بخش صنایع دفاعی به خود کفایی برسد. مجمع صنایع دفاعی ریاض 2022 با حضور بیش از 300 شخصیت دولتی و نظامی از اقصا نقاط جهان برای گفتگو و تبادل نظر درباره مسائل و صنایع دفاعی در ریاض پای تخت عربستان افتتاح شد. اوهلی اعلام کرد عربستان به بومی سازی صنایع نظامی و امنیتی خود ادامه می دهد و تا سال 2030 هزینه های نظامی برای تجهیزات و خدمات نظامی خود را 50 درصد افزایش خواهد داد او با تاکید بر اهمیت بومی سازی صنایع و تجهیزات نظامی اعلام کرد که محمد بن سلمان ولی احت عربستان نیز به سراحت گفته است که هیچ معامله تسلیحاتی بدون در نظر گرفتن فرایند تولید محلی و انتقال محتوای علمی آن تجهیزات امکان پذیر نیست. وی اشاره کرد که تعداد زیادی از کشورهای منطقه در صدد تولید این تجهیزات درون خاک خود و بومی سازی ساخت و تکنولوژی آنها هستند. نخستین دوره نمایشگاه بین المللی دفاع نظامی با مشارکت گسترده از شخصیت ها و شرکت های بین المللی دفاعی در ریاض پای تخت عربستان شروع به کار کرده است. کارشناسان میگویند اگر سعودی ها بتوانند بومی سازی صنایع نظامی و امنیتی را به سرانجام برسانند شاهد افزایش تنش در منطقه خلیج فارس خواهیم بود.